بدر سادات خامنه ای با بیان اینکه دغدغش همواره مردم و مخصوصا زنان ایران بوده ابراز امیدواری کرد که مبارزه بر حق مردم برای رسیدن به آزادی و دموکراسی هر زودتر پیروز گردد اظهارات بدری خامنه ای واکنش هایی در رسانه های اجتماعی برانگیخت به کانال زنان تاریخ خوش آمدید اگر به ویدیوهای این کانال علاقه مند هستید و هنوز ما رو سابسکرایب نکردید با زدن دکمه پایین صفحه ما رو سابسکرایب کنید و اگه میخواید قبل از همه از ویدیوهای جدید ما با خبر بشید زنگوله کنایش رو هم فعال کنید برای حمایت از ما ویدیو رو لایک کنید و اون رو با دوستان خودتون به اشتراک بگذارید. ممنون میشم نظراتتون رو هم برای ما ارسال و تا انتهای ویدیو ما رو همراهی کنید. از شیخ علی و خانوادهش طی سالهای 1367 تا 1374 خبری نبود تا اینکه او در این سالها هوای وطن به سرش میزند و به محض ورود به کشور توسط مقامات قضایی دستگیر و زندانی می شود. شیخ به اتهام ارتباط با سازمان مجاهدین خلق فرار از حصر خانگی و پناهندگی به عراق زندگی در اردوگاه اشرف در کنار عناصر ضد انقلاب و تبلیغ علیه نظام جمهوری در رادیو و تلویزیون سراسری به 20 سال زندان محکوم شد اما بعد از تحمل نیمی از زندانیش مشمول اف شد و در سال 1384 از زندان آزاد شد او و خانوادهش از این تاریخ تا ده 1395 بار دیگر از نظرها پنهان شدند بعد و سادات خامنه ای 49 روز بعد از درگذشت همسرش و در شرایطی که مدتی از شدت آشوبها و اعتراضات خیابانی در تهران و سایر شهرهای ایران میگذشت همزمان با روز دانشجو در 16 آذر 1401 اقدام به انتشار بیانیه کرد او که اکنون در تهران سکونت دارد بیانیه را برای پسرش محمود که از سال 1365 در فرانسه زندگی می کند فرستاد و او هم آن را در سایت شخصیش منتشر کرد. همزمان با انتشار بیانیه خامنه ای ضد انقلاب و رسانه های معاند سنگ پرانی علیه جمهوری اسلامی شدت گرفت. بعد رو در بیانیه با اعلام قطع رابطه خانوادگی با رهبر انقلاب با قلمی انادامیز نسبت به برادر بزرگتر خود سید علی خامنه ای خود را اعلام کرد و گفت مناسب دیدم همراه با براحت جستن از برادرم مراتب همدردی خود را با همه مادران ازادار جنایت رژیم جمهوری اسلامی از زمان خمینی تا دوران کنونی خلافت مستبدانه سید اعلام دارم. من نیز چون همه مادران ازادار ایرانی در غم دوری از فرزندم هستم. از پنج فرزند بدرستاداد به نامهای وحیده، احسان، فریده، محمود و سعیده، محمود و فریده یکی در قلب اروپا و دیگری در شهر تهران هم صدا و دست در دست دشمنان قسم خورده نظام و ضد انقلاب تفکرات پدر را در جدایی دین از سیاست و ممنوعیت ورود روحانیت به سیاست می و وحیده و سعیده و احسان نیز به دور از سیاست به زندگی روزمره خود در ایران به تبابت، تحقیق و پژوهش و روزنامه مشغولند. محمود مرادخانی در تاریخ 17 آذر 1401 با اشاره به انگیزه مادرش در صدور بیانیش گفت انگیزه مادرم این بود که مردمی که به اشتباه فکر می کنند خواهر رهبر ایران همراه حکومت است بدانند که خانواده آنها از ابتدای انقلاب راهشان را پس از افشای قضیه آتش سوزی سینما رکس آبادان از حکومت جدا کردند. پس از یک مبارزه آهسته و طولانی توسط مردم برای سرنگون کردن رژیم لازم است که حرکتی کوبنده انجام گیرد و یک ضربه نهایی زده شود. محمود مرادخانی علاوه بر انتشار بیانیه مادرش در آذر 1401 خود او در ده 1390 به دنبال شکل گیری کمپین نامنگاری به رهبر ایران با مخاطب قرار دادن ایران نامه سرگشاده نوشت و در این نامه به بنیانگذار جمهوری اسلامی و مقام معظم رهبری توهین کرد و جمعی متوخم و باورمند به اعتقاداتی بدوی و جاهلی را بر ایران مسلط دانست. فریده مرادخانی نیز از خرداد 1397 تا آذر سال جاری به دلیل بعضی اظهار نظرها و اقداماتش علیه نظام و در حمایت از معترضان و اقتشاشگران خیابانی سه بار بازداشت و بعد از مدتی آزاد شد. او نیز به روش خود با حضور مجازی در پلتفرم زوم به مناسبت 84 رومین سالگرد تولد دیبا که با مشارکت حزب مشروطه ایران و اعضای شورای شهر فرزنو در غرب ایالات متحده برگزار شد شعری پر احساس در ستایش فرح خان. فریده در شعارش فرح را مادر خطاب کرد و گفت علاقه بودیم هدیه برایت بفرستیم اما امکانش نیست. او در قطعی از این شعر گفت جای جای خانه ام بوی تو را می دهد. ما امید داریم که بیایی و نور امید بیاوری و ظلمت ها را بشکنی. پرنده را پرواز بدهی، مرغان را دان بدهی. از زمانی که تو رفتی فرهنگ هنر ما هم رفت. فرح پهلوی هم در پایان این مراسم مجازی برای فرید دست داد و لبخند زد. فریده مرادخانی در جدیدترین موزگیری سیاسی با حمایت از اقتشاشات پایز 1401 از رهبران سیاسی جهان خواست تا روابط سیاسیشان را با مقامات سیاسی کشورمان قطع کنند. با سپاس از اینکه تا این لحظه با ما بودید و ما را همراهی کردید تا ویدیو بعدی بدرود.